بسیار خب، رابطه راز با توسعه چگونه است؟ به هر حال شما یک فرد ایرانی هستید، درسته که سالهاست از ایران دورید، ولی توجه شما به راز جلب شده که احتمالاً بخشی از مسائل ایران رو با دیدگاه راز شاید توی ذهنتون باشه که بشه حل کرد. بیایم برش گردونیم روی وضعیت کنونی ایران، الانم که در آستانه انتخابات زود هنگام 403 هستیم، بررسی بکنیم ببینیم که چقدر چنین ایده هایی که نه به اندازه ای که رادیکال نیستن، به هر حال به شکلی میانه دیده میشن، میتونن اقبال داشته باشن، و در نهایت برسیم به این که کاندیداها که الان تقریبا مشخص شدن کدومشون به این دیدگاه نزدیکتر هستن و فکر میکنید که بتونن این ایده عدالت توزیع راز رو پیاده سازی بکنن. چند تا سوال شد ولی از اولی شروع بکنیم و پیش بریم. بله، ببین این حالا پیاده بکننش رو من نمیدونم، ولی حداقل افرادی میتونن به سمت یک ایده پیش برن که اون ایده رو قبول داشته باشن. الان دعوایی که به نظر من نه تنها در ایران، در همه جهان هست، در رابطه بین توسعه اینه که ببین بعضیا میگن آقا ما توسعه پیدا بکنیم بعد هر چیزی که شد شد. این اشکالش اینجا هستش که ما الان تجربه هایی داریم که توسعه پیدا کردن ولی توسعه ناعادلانه است، و در مثل آمریکا الان همه میدونن که ظرف 30-40 سال گذشته بسیار پیشرفت کرده، اقتصادش پیشرفت کرده، جی دی پیش پیشرفت کرده، ولی این پیشرفت در واقع بهترین مثال پیشرفت غیر رالزی که خود رالز هم ده هم استاد هاروارد هم آمریکاییه هم لیبراله، بهترین مثال پیشرفت غیر رالزی پیشرفت آمریکاست. آمریکا بسیار پیشرفت کرده ولی روز به روز این پیشرفتش جینی ریشیو رو افزایش داده، کیفیت زندگی مردم بدنه جامعه آمریکا و همون ضعیف‌ترین مردمش نسبت به 40 سال پیش فرقی نکرده. حالا من نمیخوام کسایی که میگن بدترم شده و این حرفا، به طور نسبی شاید بدتر شده، ولی کلا فرض کن شما اگر یه فردی بودی که جزء ضعیف‌ترین مردم آمریکا بودی، یه سیاهی که تو هارلم داره زندگی میکنه و غیره، اینها به نسبت مثلا اگر جی دی پی آمریکا 10 برابر شده، کیفیت زندگی این افراد افزایش پیدا نکرده. این میشه پیشرفت یا توسعه اقتصادی غیر رالزی. حالا صحبتی که در واقع در یکی از بیشتر از دعواها در ایران الان راجب این است که ما سرمایه گذاری تو این کشور بعد از این تحریم ها احتیاج داریم. این سرمایه رو از کی بگیریم؟ از چین بگیریم که ثروت داره که به ما بده، یا از غربی ها بگیریم که الان ثروت برای ندارن ولی تکنولوژیشو مثلا دارن؟ و در واقع دعوا الان سر اینه. ولی یک قسمت به نظر من دعوای اصلی هم همینه ها، یعنی تمام این کاندیداها این سوال رو باید پاسخ بدن که سرمایه گذاری که ایران لازم داره بعد از این تحریم ها از کجا باید بگیره. دعوا سر اینه. ولی یه دعوای دیگه هم بعد از گرفته شدن این سرمایه وجود داره. حالا فرض کن چینی ها این سرمایه رو دادن، که چین که میدونین پول داره واقعا، و فرض کن که اینا امتیازاتی بدن، چین بیاد این سرمایه رو بده. سوال اینجاست این توسعه ای که میخواد پیدا بکنه، رالز کمکی که به ما میتونه بکنه اینه، آیا من و بابک با هم دیگه توافق داریم که این پولایی که در واقع آقای چین میده به ما یا IMF حالا میده به ما اگه اون که گروه برنده بشه، بانک جهانی یه میلیارد چندی میلیارد به ما پول میده که بریزیم سر سفره مردم. سوال اینجاست آیا ما باید این پول رو همینطور بریزیم تو جامعه و بذاریم هر میزان از نابرابری که به وجود اومد به وجود بیاد، که میشه اون در واقع لزفر کپیتالیزم که یه طرف بحث رالز بود، یا اینکه ما بیایم این پولو بگیریم شروع کنیم به طور مساوی بین همه مردم تقسیم بکنیم؟ اینجا هستش که رالز میتونه به من و بابک کمک بکنه که ما چی میخوایم. ممکن نتونیم اینو پیگیریش بکنیم، ما اگه من و بابک رالزی باشیم میگه آقا این پولی که گرفتیم باید طوری سرمایه گذاری بکنیم که یک عده‌ای مثلا کارخونه تأسیس کنن، این کارخونه دارا باید ثروتمندتر بشن به خاطر اینکه میخوان آدم استخدام بکنن، باید برن وزارت کار جوابگو باشن، باید برن اداره مالیات مالیات بدن و ممکنه از ورشکست بشن. این ریسکو این افراد باید قبول بکنن.
در نتیجه ما باید یه اینسنتیوی ایجاد بکنیم که همه نرن دلال بشن. ببین الان ما داریم پشت ویل آف ایگنورنس، هیچ کدوم از ما دوتا، من و بابک، هیچ کدوممون جزء طبقه کارخانه‌دار نیستیم، هیچ کدوممون هم کارگر نیستیم، ولی میتونیم اگه پشت پرده رالز بشینیم و رالزی فکر کنیم، میگم آجون این پولای مساوی بدیم که انگیزه این افراد کشته میشه. خب اگه همه درآمد مساوی، پول مساوی به دستشون بیاد، چرا بره یارو کارخونه بزنه؟ میره اونجا میشینه به اندازه همه پول میگیره. پس به توافق میرسیم که نه، باید یه مقدار اینا تفاوت درآمد داشته باشه. از اون طرف میگیم که خب اگر که ما اجازه بدیم که این پول همینطور آزاد بذاریم و هیچ محدودیتی نذاریم تو میزان تفاوت ثروت کارخونه دار و کارگر، 10 برابر، 100 برابر، 1,000,000 برابر وجود داشته باشه، خب تمام این پول رو اون کسایی که ثروت دارن، قدرت مالی، قدرت نظامی، قدرت ریفرنت پاور، طبقات مختلف اجتماعی که نفوذ دارن، این پول رو میگیرن میدن به فامیل و دوست آشناهای خودشون، و یا اینکه یکیشون که یک کارخونه زد انقدر حقوق دیگران رو کم میکنه تا مینیمم ویج اونا بالاخره احتیاج داشته باشن به خاطر اینکه نمیرن اون حقوق رو قبول بکنن، اینم که قدرتش بالاست کسی کارش نمیتونه بکنه. در نتیجه همه این پولا تقریبا میره دست یه طبقه. هم اتفاقی تو آمریکا الان واقعا افتاده، یعنی ثروت افزایش پیدا کرده، ولی آقای مثلا ایلان ماسک 100 میلیارد داره، اون یکی 200 میلیارد داره، اون یکی 300 میلیارد داره، چیزش هم دست هارلمیا نرسیده. ما که پشت ویل آف ایگنورنس هستیم، میگم خب رالزی داریم فکر میکنیم، میگم خب این پولو که گرفتیم، چه از چین گرفتیم چه از IMF، نباید کاری بکنیم که ادعا بکنیم که ای مردم ما به شما این پولو به طور مساوی در میگفتن. یه موقعیت این شعار بود تو ایران، حالا میخوای ربطش بدی به ایران، گفتن ما پول نفت رو میبریم میذاریم در خونه مردم. این توهم واسه مردم ایجاد میکردن که این به نفعشونه که اگر ما پول نفت رو بذاریم در خونه همه مردم. فکر نمیکردن به اون تیکه بحث پشت پرده رالز که ای ما به همه مساوی بدیم، خب کی میخواد بره کارهای ریسکی و کارهای هزینه بر و زمان بر رو انجام بده؟ پس ما اینو نخواهیم گفت. من و بابک پشت پرده راز میشینیم، میگه این پولی که داریم از چین میگیریم رو به طور مساوی تقسیم نخواهیم کرد، یه مقدارشو میدیم به اون کسایی که بیشتر بگیرن، برن ریسک کنن، کارخونه بزنن، درس بخونن، تحقیقات کنن، فلان کنن، برای جامعه رو کارهایی که ریسکی هست و کاستلی هست، هزینه بر هست و برن انجام بدن، درآمد بیشتری داشته باشن. بعد من و بابک میشینیم میگیم که خب اینا چقدر میتونن درآمد بیشتری داشته باشن؟ میگه نه، من رو بابک با هم به توافق میرسیم که نه، اینا ثروتشون برای نیستش که 1,000,000,000 برابر اون بی پوله باشه، اون مثلا 1,000,000,000 دلار بره چای بفروشه، این یکی یه دونه چایی هم نتونه بخوره. نه، ما اینو نمیپذیریم. ما میایم میگیم آقا میتونه ثروت، حالا اینو رالز دیگه میسپره به اون، به من و بابک، اگه میخوایم در جامعه ایران پیادش بکنیم، که بشینیم فکر کنیم که چند اندازه نابرابری رو ما باید بپذیریم که انگیزه لازم برای ایجاد کارخونه، ایجاد راه، ایجاد مهندس، ایجاد دکترای فیزیک به اندازه کافی وجود داشته باشه تا این فقرای جامعه بتونن برن توی بیمارستان خودشونو معالجه کنن، تا کشور رشد اقتصادی داشته باشه. این میشینیم یه رشد اقتصادی رو پلان میکنیم و برای اون رشد اقتصادی یه میزانی از نابرابری رو میپذیریم، ولی معیارمون مشخص. رالز به ما معیار رو میده، میگه آقا معیارش اینه، به اون اندازه‌ای که برای اون افراد ضعیف جامعه منافع رو ماکسیمایز کنه. مثلا فرض کن من و بابک به توافق میرسیم که باید 100 برابر کارگر درآمد داشته باشه اون صاحب کارخونه، بعد میگیم آقا چطوره بذاریم 150 برابر؟ بعد من و بابک میگه خب واسه چی باید 150 برابر باشه؟ همین 100 برابر هم ما به این خاطر گذاشتیم، نه به خاطر اینکه خوبه که اینجوری باشه، چون الان 100 برابر قدرت داره، 100 برابر تو دموکراسی ما تاثیر بیشتری میذاره، 100 برابر مشکلات دیگه داره واسه ما ایجاد میکنه، ما به این خاطر گذاشتیم که منافع ضعیفترین رو داره تامین میکنه. در نتیجه بیشتر از 100 برابر نمیذاریم، کاری میکنیم مثلا، نه اینکه بریم خفتش بچسبیم، مثلا میایم طوری مالیات میگیریم که میزان ثروت این 100 برابر بیشتر نشه. یا آقا شما درآمدتون از مثلا 100 برابر مینیمم ویج که بیشتر شد، باید 70% مالیات بدی. اگر 1,000 برابر شد، باید 90% مالیات بدی. میشه یه کشوری مثل سوئد به وجود میاد. اگر منو بابک بشینیم با هم دیگه تصمیم گیریم، یه کشوری مثل آمریکا به وجود نمیاد که ثروت‌ها همینطور فقط میلیاردر جنریت بکنه ولی در بدن جامعه دزدی نشه. این فایده‌اش هست برای نه تنها جامعه ایران، برای همه جامعه. اونایی که رالزی فکر کنن میشینن دنبال اون حد ماکسیموم میزان نابرابری میگردن در گفتگوهاشون. بسیار خب، من ایرادی به ذهنم میرسه، اونم اینه که به هر حال
شاید اون نگاه کلاسیک بیشترین نقد رو داشته باشه. نگاه لیبرال کلاسیک نقدش احتمالا تو این زمینه اینه که به هر حال شما یک وزنه‌ای به دست و پای مولدین میزنی برای رقابت. این رو چطور حل کرده رالز؟ مثلا در رقابت منطقه‌ای، خب کشوری که این دیدگاه ها رو ببره جلو و یک کشوری که در واقع آزادی اقتصادی رو بی‌قید و شرط بکنه، احتمالا رقابت به سمت کشوری که آزادی ها رو بیشتر کرده یا قید و بند ها رو کمتر کرده سنگینی میکنه این کفه. این رو چطور حل کرده؟ نه خب این که اصلا حل شده، یعنی هیچ اقتصاددانی معتقد نیستش که، فقط همون اقتصاددانای شاید 1940-1950 توی یه دوره یه همچین ایدهی داشتن که مثلا ما اگر آزاد بذاریم رقابت افزایش پیدا میکنه. آنتی تراست لا در آمریکا به این خاطر اصلا مهم شده، مثلا شرکت AT&T رو به زور دولت آمریکا بریک کرده، به خاطر اینکه ما میدونیم که سرمایه‌دارا هیچ علاقه‌ای به رقابت ندارن. سرمایه‌دارها رفتارشون، مشاهده ما اینه که وقتی که سرمایه‌دار میبینه رقیب داره، یا ورتیکال اینتگریشن میکنه یا هورایزنتال اینتگریشن. حالا معنیش چیه؟ یعنی اگر میبینه یه شرکتی رقیبشه توی فیلدی دارن با هم رقیب میکنن، میره اون شرکت رقیبشو میخره یا با هم متحد میشن، بهش میگن مرج. یا اینکه اگر تو سپلای چینش رقیبی داره میشه اکویزیشن، میره مثلا سپلایر خودشو میخره میکنن یه شرکت. مانع از این میشه که رقابت وجود داشته باشه. هیچ کسی از آدام اسمیت تا الان نگفته که ثروتمندا خودشون علاقمنده به رقابتن. در تئوری کپیتالیسم اونم دوباره یه سری اصول موضوعه داره، فرض میکنیم که بازار رقابتی وجود داره. اگه بازار رقابتی وجود داشته باشه این افیشنسی ها به وجود میاد و فلان حرفا. بعد دیدن که این وجود نداره، چون ثروتمندا هیچ انگیزه ای ندارن که با هم دیگه رقابت کنن قیمتو بیارن پایین. میرن تراست به وجود میارن که بعد تو همون آمریکا که در واقع کپیتالیست ترین کشور دنیا هستش و آزادی بیشتری رو به همه میده، اومدن آنتی تراست لا گذاشتن. دولت موظفه که مانع از این بشه که این شرکت ها با هم دیگه رقابت نکنن و هی این اتفاق میفته. مدام دولت آمریکا به خصوص دولت های اروپایی بر علیه مایکروسافت، بر علیه آمازون، بر علیه گوگل، چون اینا میرن شرکت های رقیب و شرکت های کوچیکی که دارن باهاشون رقابت میکنن رو میخرن، رقابت کلا از بین میبرن. و در واقع تو پارلمان ها اگه بریم بزنین آنتی تراست لا میاد، موارد دائمی وجود داره که دولت های همین کشورها دارن دخالت میکنن تو اقتصاد که جلوی این در واقع چیز طبیعیه. شما خودتونم برای اینکه سرمایه دارا رو درک کنین خیلی راحت، خودتون فرض کنین سرمایه دار هستین، ببینین دوست دارین یه سرمایه دار دیگه با شما رقابت بکنه، بعد شما مجبور شین قیمتتون بیارین پایین؟ نه، میدونی یا میخرینش یا با همدیگه تبانی میکنین. میگن پرایس فیکسینگ بهش میگن به انگلیسی. میگن آقا جون ما چرا به خودی با تو سر کله همدیگه بزنیم؟ رقابت نمیکنیم و دیگه میایم دو تایمون با همدیگه یه قیمتی رو تعیین میکنیم. اینجاست که دولت وارد میشه و جلوی این رفتار سرمایه‌دارا رو میگیره. من فکر نمیکنم کسی بیاد این انتقادو بکنه که گفته رالز در واقع پیش فرضش رقابته. این در واقع ما ثروت رو طوری تو اون جامعه میذاریم، چون جلوی آزادی های فردی رو که نمیخوایم بگیریم که، فقط یه ماکسیموم میذاره روی میزان نابرابری. میگه آقا شما اگر درآمدت تا مثلا داریم میگیم، اگر ما پشت ویل ایگنورنس تصمیم گرفتیم که 100 برابر ثروت یه پزشک باید بیشتر از یه مثلا غیر پزشک باشه، بله آزاد میذاریم این پزشکا با هم رقابت کنن. اون پزشکی که خیلی وارده، خیلی مغز خوب مردم میکنه، مورتالیتی ریتش، میزان مرگ و میر زیر جراحیش از همه کمتره، بره تا 100 برابر داشته بشه که بهترین مغزهای جامعه به اون کسایی که انداوت هستن، شانس آوردن توی جای خوب، مکان خوب، عقل خوب به دنیا اومدن، اینا رو تشویقشون میکنیم. میگیم آقا تو میتونی 100 برابر اینا درآمد داشته، برو درس بخون، برو 20 سال وقت رو بذار این حرفا، لازم شد میگیم 150 برابر. عددش راز نگفته، ولی نه بیشتر از اون. دیگه بیشتر از اون در این نداره که ما به تو اجازه بدیم. وقتی که نیاز ضعیف‌ترین فرد جامعه تامین شد و نه تنها تامین شد، به حد اکثر رسید. ببینید این خیلی مهمه. رالز میگه باید ما اجازه بدیم تا منافع ضعیف‌ترین فرد جامعه به حد اکثر برسه. یعنی اگه لازمه ما میذاریم که متخصصای مغز 200 برابر مردم عادی درآمد داشته باشن تا مطمئن بشیم که این ضعیف‌ترین فرد جامعه ای سکته مغزی کرد قشنگ حالشو خوب بکنن. اینه که
ماکسیمایزیشن یوتیلیتی برای ضعیف‌ترین فرد خیلی هم رقابت رو افزایش میده، همه باید رقابت بکنن تا بتونن اون کار رو انجام بدن، ولی نمیذاریم که مثلا با هم دیگه زد و بند بکنن. آنتی تراست لا خب میرسیم بسته یه نقد دیگه، مثلا اگر موافق باشیم بریم سراغ دیدگاه آمارتیا سن که میگه که این عدالت توزیعی پذیرفته است، مثلا شکی درش بله توسعه هم به چه خودش شاگرد رالز میدونه درسته. بله بله بله، اما یه نقدی داره و خیلی جالبه نقدش، میگه که این عدالت توزیعی زمانی محقق میشه که capabilities و توانمندی ها وجود داشته باشن، چون شما اگر توزیع هم بکنید وقتی که نتونه اون شخص استفاده بکنه از توزیعی که انجام دادید، اون زندگی خوب رو نمیتونه داشته باشه. برای رسیدن به زندگی خوب قابلیت استفاده اون ضعیفترین، توانمندی استفاده اون ضعیفترین از این پول هم مهمه. شما با این موافق هستید؟ بله، من با سن موافقم و در واقع سن یه مقدار حالا داره شروع کرده عملی راجع به رالز فکر میکنه دیگه، به عنوان شاگرد رالز. میدونی که سن برنده جایزه نوبل، خب دیگه تاریخ فلسفه مورال فیلسوفی که با رالز تموم نمیشه. سن میاد میگه برای اینکه ما عملی تر فکر بکنیم باید به این فکر بکنیم که حالا این عدالت توزیعی یه شرایط دیگه ای رو باید به در واقع امندمنت هایی که لازم هست به رالز اضافه بشه، اینه که اون حالات اولیه چه شرایط دیگه ای رو ما باید در نظر بگیریم تا در واقع امکان استفاده ضعیف‌ترین طبقات اجتماعی رو هم گارانتی بکنه. یعنی یک کاری بکنیم که از این نابرابری‌ها پایین‌ترین طبقات اجتماعی بتونن واقعاً بهره‌مند بشن. اگه نتونن بهره‌مند بشن اون نابرابری رالزی فایده‌ای نداره. من یک مقاله یه صفحه‌ای مقاله تونستم میذارم تو چت نوشته، ببینین مثلا طرفدار هلث کیر فور آل، معتقده که همه باید یکی از چیزایی که هست اینجا میگه ایکوالیتی در مورد هلث کیر که با حرف رالزی ذره فرق داره، میگه ما باید گارانتی بکنیم که کل بدنه جامعه برای سیستم بهداشت و درمان دسترسی مساوی داشته باشه. و آرگومنتش هم داره، یه مثال میزنه، میگه که لایف اکسپکتنسی یعنی پیشبینی طول عمر در 5 سالگی یه معیاریه که مثلا کیفیت سلامت جامعه رو نشون میده. میگه در بنگلادش لایف اکسپکتنسی ات 5 یعنی پیشبینی طول عمرت که چند سال عمر میکنی از 5 سالگی به بعد از نیویورک بیشتره. بعد میره بررسی میکنه و اونجا میگه خب تحقیقات و فلان حرفا نشون داده که علتش اینه که توی اون قسمت از بنگلادش هلسکر تو اون جامعه‌ای که آمار گرفته بودن همه افراد از هلسکر برخوردارن، در حالی که تو نیویورک هلسکر برابر برخوردار نیستن. و آرگیو میکنه که مثلا مواردی مثل این رو باید به اون حالت اولیه رالز اضافه کرد، مثلا داشتن بهداشت برابر و غیر و غیر. خب آمارتیا سن به هر حال به نحوی گفتیم که میاد عملی روی دیدگاه رالز کار میکنه. چرا شما خودتون هنوز رالزی میدونید؟ چرا؟ خب نه، به خاطر اینکه سنم رالزی میدونه خودشو. تیسس در واقع رالزی که رد نمیکنه، تیسس رالز این هستش که برابری درست نیست، نابرابری هم بی‌نهایت نمیتونه باشه و اینجا یه ماکسیمومی وجود داره. انتقادها و پیشرفت‌هایی که در زمینه رالزی‌ها دارن انجام میدن راجع به دقیق‌تر کردن این در واقع حالت اولیه و عملی کردن همین ویل آف ایگنورنس یا پرده بی‌توجهی به طبقه اجتماعی رو چجوری اینو پیاده بکنیم. یعنی حالا دیگه مسئولیت من و سن و شما و همه کسایی که حرف رالز رو میپذیرن این هستش که دنبال این بگردیم که در اون جامعه خاصی که ما هستیم، مثل سوالی که شما پرسیدین در ایران، ما باید الان چیکار کنیم؟ باید کسایی رو تو ایران، کسایی که میگن همه باید با هم برابر باشن و بهشون علاقه نشون ندیم، کسایی که میگن آقا ولش کن دست غیب میاد و دست غیب بازار همه چیز رو درست میکنه، ما بهشون علاقه نشون ندیم، به کسایی علاقه نشون بدیم که دنبال یک میزان نابرابری عاقلانه رشنال در جامعه هستن. خب اینو ما از رالز میگیریم دیگه، بقیهش دست خود ماست. من و شما و سن و بقیه رالزی ها باید بشینیم ببینیم خب در این جامعه‌ای که هستیم، در جامعه بنگلادش، در جامعه نیویورک،
چی کار باید کرد تا به اون رالزی برسیم. و به قول مثلا سن یا آقا فقط این که بگیم که نابرابری لازم هستش کافی نیست، شرایط دیگه چیه؟ شرایطش هستش که مثلا همه باید از هلث کیر برابر، همه از تحصیلات برابر، اون چیزی که نابرابره توزیع ثروت بنا شد باشه. برای نیستش که، چون خود رالز هم میگه که میگه یکی از پیش نیازهای رالز که بهش اشاره کرده equality of opportunity هستش. در واقع رالز میگه که باید این افرادی که تو این جامعه زندگی میکنن شرایط برابر برای دستیابی به شانس‌های مختلف رو داشته باشن. در نتیجه خب امثال سن وقتی که آرگیو میکنن که باید همه دسترسی به آموزش داشته باشن، همه دسترسی به درمان داشته باشن، یه مقدار دقیق کردن این شرط ایکوالیتی آف اپورتونیتی رالزه تا اینکه مخالفت با رالز. هر چی سن بگه هنوز رالزیه، منم هر پیشنهاد بهتر شدن رالز بدم هنوز رالزی باقی میمونم. بسیار خب، خیلی ممنونم. یه مقدار بحثمون طولانی شد، من احتمالاً از این گفتگو در واقع یک نسخه ادیت شده رو آماده بکنم حدود 40 یا 45 دقیقه که قابلیت انتشار توی پلتفرم های دیگر رو هم داشته باشه. ولی بیایم راجع به این آزادی ها صحبت بکنیم و حالا که با توجهمون جلب شد به آمارتیا سن، 5 نوع آزادی آمارتیا سن رو با هم بررسی بکنیم. آزادی سیاسی، در واقع آزادی اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی، ضمانت‌های شفافیت که فکر می‌کنم تکمیل کننده بحث رالز باشه، و امنیت محافظتی که حالا اینا هر کدوم توضیح خودشونو دارن. شما فکر می‌کنید که با توجه به اینکه می‌پسندید دیدگاه رالز رو و سن رو برای آینده ایران، از بین کاندیداهایی که با هم رقابت میکنن کدوم یکیشون نزدیکتر به این دیدگاه هستن و این مسئله رو بهتر درک کردن؟ از بین آقایان جلیلی، قالیباف، پزشکیان، حالا این سه تا که احتمالا اقبال بیشتری شاید داشته باشن. اولا که من اینو بگم، من واقعا در زمینه شناخت از این افراد اکسپرت نیستم، اینو عرض بکنم. و به نظر من اون چیزی که مهمه این هستش که از مردم بخوایم، از بخصوص رسانه ها بخوایم که از این افراد بخوان موضع خودشون رو در مورد اینکه توسعه ای که میگن اون میزان توازنش، میزان عدالت توزیعیش چیه. اون درسی که از جلسه امروز ما میگیریم باید این باشه که به این 3 نفر، نه به همه، به هر کسی که میخواد وارد سیاست بشه ازش این سوال بپرسیم. الان که فهمیدیم موضوع چیه و در واقع راه حل بهینه چی هستش، بپرسیم، بگیم آقای مثلا همین رئیس مجلس که الان میخواد رئیس جمهور بشه، شما این همه تو سیاست بودی، میزان نابرابری که به نظر شما باید وجود داشته باشه چیه؟ ببینیم چی میگه طرف. و من مطمئن هستم که حالا این 2 نفری که شما گفتین غیر از آقای پزشکیان که اصلا اظهار نظری به نظر من تا اونجا که من میدونم حرفای منو در این زمینه نادیده بگیره نکردن، ولی مثلا این آقای پزشکیان من شنیدم که یه سری اقدامات در زمینه همین بهداشت و اینا، چون رشتهش هم بهداشته، کرده. من در همین حد میدونم که دنبال مثلا بهداشت برابر این حرفا بوده. از اونهای دیگه هم مهم اینه که بخواین که آقا شما موضعت راجع به ادارت اقتصادی توزیعی روشن بکن. در مورد آزادیایی که در واقع حالا سن رالز فقط گفته بود که این افراد باید آزادی انتخاب داشته باشن و equality of opportunity، برابری شانس دستیابی به مناسب قدرت و این حرفا داشته باشن. از این روز شما که مثلا الان میخوای رئیس جمهور ما بشی، شما این آزادی های مختلف اگر وجود نداشته باشه، ما جامعه متوازنی نخواهیم داشت. نظرت راجع به مثلا همین 5 موردی که شما گفتی، آزادی های سیاسی، آزادی های فردی، این حرفا چیه؟ و میپرسنم مردم، وقتی که میپرسن آقا شما به زور میخوای روسری سر ما کنی یا میخوای که یه رول مادری به ما نشون بدی، بگی که آقا اونایی که روسری سرشون میکنن و پرهیزکار هستن خیلی زیباتر هستن، من علاقمند بکنی به اون کار. و اون فردی که در پاسخ به این سوال اگه گفتش که آقا من میخوام به ضرب زور به شما بگم که با تقوا باش، اصلا تقوا رو نفهمیده یعنی چی، فکر میکنه که اگر یه کسی رو به زور یه کاری رو جلوش بگیره این پرهیزکار شده و بیره تو بهش. این رو باید قشنگ حالیش ازشون پرسید که آقا تو موضع راجع به آزادی سیاسی، آزادی های فردی، نمیدونم رقابت چیه چیه چیه،
وقتی این سوالا رو ازشون پرسیدی مشخص میشه که کدومشون بهترن. مشکل اینجاست که اینا همه در واقع مبهم عمدن باقی گذاشته شده. من میدونم که بابا جان شما طرفدار آقای پزشکیان هستی و پزشکیان هم آدم دیسنتیه و میدونم هم که در حد مطالعه اینترنتی ها من شناختی از هیچ کدوم از این افراد ندارم، ولی میدونم که مثلا دنبال مثلا همین درمان و درمان عادلانه و فرای نرفا بوده و تا اونجایی که تو سیاست ایران تاثیر داشته. بیش از این باید اقدام کرد، یعنی برای اینکه تفاوت این افراد با هم مشخص بشه همین 5 تا سوال سنو که داره آزادی هایی که رالز گفته رو مشخص‌تر میکنه. میگه آقا آزادی یه چیز کلیه، این آزادی، این آزادی، این آزادی، این آزادی رو جواب ما رو بدین. توی اجندای کار شما باید بگه مثلا پزشکیان رو میخوای مشخص بکنی، بری از همه این ستا بپرسی آقا جون شما نظرت اینه، حالا اصلا لازم نیست فلسفه سن و واسهشون بگی، همین که ازشون اینا رو بپرسی مشخص میکنه برای اون کسایی که حالا متأسفانه من نمیدونم چند درصد مردم ایران رالزی هستن، ولی من برداشتم یکی از اتفاقات مهمی که از 1980 تا الان افتاده تحقیقات بیولوژیک نشون داده که انسان‌ها یکی از اندومنتشون علاقمندی به جاستیسه. حالا برین توی اِوولوشنری بیولوژی نگاه بکنین چقدر آزمایشه با اون میمونه هستش که نابرابری رو قبول نمی‌کنه و اینا، با ژنتیکلی طرفدارش هستیم. شما اگر اینا رو هایلایت بکنی که این افراد واقعاً چی می‌خوان برای عدالت توزیعی، برای پیش نیازهای عدالت توزیعی که همین آزادی و دموکراسی و برابری و اپورتونتی و اینا هستش، اینا رو بپرسی آقا شما چیکار میکنی برای اینکه بدون اینکه اسم رالز و سنو بیاری، آقای عزیز، آقای پزشکیان، آقای قالیباف، شما نظرت راجع به اینکه باید همه امکان برابر داشته باشن تو جامعه چیه؟ نظر راجع به اینکه آزادی فردی باید داشته باشن چیه؟ و اینا راه باز میکنه برای اینکه سوالای جدی ازشون سوال پرسیده بشه. در به طور کل یک مفاهمه میان حکمران و مردم پیش‌فرض گرفته شده که سن اون رو نوعی همدلی تعبیر میکنه که این رو پیش نیاز میدونه برای همون آزادی و در واقع توسعه‌ای که مد نظر رالز و سن هست. من خیلی کوتاه در حد 1 دقیقه این ابعاد مختلف آزادی رو که سن گفته رو بررسی میکنم، بعد شما به من بگید که به صورت عینی چه سوالاتی باید از کاندیداها پرسیده بشه و چه چیزی باید پیگیری بشه. آزادی های سیاسی رو به طور خلاصه اینطور تعبیر میشه کرد که حقوق مدنی و سیاسی مثل آزادی بیان و حق رأی و مشارکت توی مثلا تصمیم گیری سیاسی و غیره است. تسهیلات اقتصادیش دسترسی به منابع اقتصادی و فرصت‌ها که اشاره کردین بهش و اشتغال و درآمده. فرصت اجتماعی دسترسی به خدمات اجتماعی مثل آموزش و بهداشت و افزایش کیفیتی و در دسترس عموم قرار گرفتنشه. و ضمانت‌های شفافیت که بحثش هم خیلی مطرح بوده و هست که اگر این نباشه فساد موجب میشه که جلوی گام های مختلف یا برنامه های مختلفی که تا الان عرض شد گرفته بشه و در نهایت امنیت محافظتی که همون وجود سیستم حمایتی هست که در برابر فجایع یا شرط خاص افراد توی جامعه ازشون حمایت بشه. حالا شما به من بفرمایید که من به عنوان یک خبرنگار میخوام برم خدمت این عزیزان یا طرفدارانشون یا سخنگویانشون چه سوالاتی رو باید بپرسن، یا به عنوان یک رای دهنده چه چیزی رو باید دقیق تر پیگیری بکنم که متوجه بشم خیر عمومی در اون نهفته است. بله، مشکلی که وجود داره در این قسمت ماجرا این هستش که حالا داریم میخواییم که واقع، یعنی در واقع از این تئوری‌ها استفاده کنیم در عمل دیگه. اینجا مشکل رسانه ها و بحث همون که با هم دیگه داشتیم، بحث اغنا که ایجاد کانسنت در مردم و گول زدن مردم و میزان آگاهی مردم مطرح میشه. الان برید شما این سوال رو از هر کم از اینا بپرسید، میگه بله من حقوق مدنی مردم عاشقش هستم، میگه بله باید به هر همه فرصت اشتغال ایجاد کنیم، بله ما باید آزادی و بهداشت و آموزش رو برای همه فراهم بکنیم، همه اینو میگن. یعنی این چیزی حرف زدن که در واقع مفت دیگه، در نتیجه هیچ کدوم از اینا نمیاد واقعا بگه که
فرقش چیه؟ باید سوالا طوری طراحی بشه که در واقع طرف براش بایند چیز کنه، گیرش یک مثل زنجیری اینو محدودش بکنه که نتونه اون حرفش رو بپیچونه. اینه که و چون اینا مشاورین دارن، همه سیاستمدارا در جهان امروز، نه در ایران ها، این کلیه، اینا یه سری بهش میگن اسپین داکتر، کارشون هستش که جواب این سوالایی که شما طراحی میکنی رو یه طوری بده که فرقش با دیگران مشخص نشه و طوری وانمود میکنه که حتی مثلا اون کسی که فاشیسته میگه آقا من اگر که این کارو بکنم این کارو بکنم این کارو بکنم، بله در همه به خونه میرسن. مثلا اتفاقا این اسپین داکترها کارشون به خود کاندیدا شدن هم رسیده، یعنی کاندیدای پوششی دقیقا داره همین کارو میکنه دیگه، انحرافاتی رو ایجاد میکنه دقیقا. بله. و در همه اینو توجه کنیم، بعضی مردم ایران رو ناامید میکنن، انگار مثلا این ماجرای کلکای انتخاباتی اینا فقط تو ایران هست. برین حزب دموکرات و کاندیداهاشو نگاه کنین که چه تیپ آدمایی رو میذارن، بعد هم اصلا آدمایی که یک در هزار هم شانس ندارن که تو حزب خودشون حتی انتخاب بشن میرن کاندید میشن، برای همین کلکایی که وجود داره. ولی حالا برگردیم، یعنی این حواستون باشه که سوال ساده پرسیدن مسئله رو حل نمیکنه، سوالی رو باید پرسید که فرق اون کسی که عمیقا به مثلا برابری حقوق، به اهمیت حقوق مدنی و سیاسی برخوردار معتقد هست و اون کسی که نیست مشخص بشه. مثلا من باشم این سوال میپرسم، میگم آقای عزیز، کاندیدای عزیز، شما اگر که روزنامه ها رو آزاد نذاری چجوری ما میخوایم که فساد توی مملکت برطرف کنیم؟ این باید به من یه جوابی بده. این سوال دیگه راجع به این نیستش که خوشش میاد که حقوق مدنی رو بشه زیاده، این باید بگه آقا در فکر اون فسادی که تو جامعه وجود داره، تو اگر که این مثلا ضمانت شفافیت ها آیتم شماره 4 3 رو در نظر بگیریم، این میگه آقا شما اگر که گارانتی نکنی که ویسل بلوئر ها در امن هستن، اگر این کارو نمیخوای بکنی، یا به من الان قول بده که وقتی تو رئیس جمهور شدی یه قانون میذاری که ویسل بلوئر ها، سوت زن ها، امنیت داشته باشن. نمیخوای این کارو بکنی؟ میگی نمیشه. یه سال دیگه میگی آقا شرایطش فراهم نیست. چیکار میخوای بکنی با این فساد؟ کی بناز جلوی این فسادو بگیره؟ بعد اون طرف میگه که خب نه، لازم نیست حتما که مثلا ویسل بلوئر باشه، که ما سازمان سیاسی ایجاد میکنیم که این کارو باشه. میگه خب شما چه تغییری میخوای تو بازرسی کل کشور بدی که اینقدر تو جامعه فساد نباشه؟ اینا سوالهای غیر کلیه و خوبه. در مورد اون موضوع کلی است که شما الان سنو خوندی و حواست هست، ولی سوال نمیکنی که آیا با این تسهیلات اقتصادی دختر مردم گذاشتن موافقه یا نه. اینو بگه همشون میگن موافقم. باید دقیقا بپرسی آقا شما اگر که پس فردا این 10 میلیارد دلار هندو گرفتی، آقای مثلا قالیباف، شما به چه صورتی میخوای این 10 میلیارد رو تو جامعه تزریق بکنی؟ بعد میگه به طوری که همه منافع داشته باشن، همه رو داشته باشن، یا همین پزشکیان یا هر کسی، یا بس من فرق نمیکنه. بعد سوال ازش پرسه که فرق اینا مشخص بشه. خب بله، شما این 10 میلیارد رو چیکار میکنی که مثلا توی جامعه به قول معروف میگن تریکل داون بکنه، به دست ضعیف‌ترین اقشار مردم برسه؟ وقتی شما داری این سوالا رو میکنی، نه به خاطر شعار دادن یا آوردن اسم رالز یا سن، من که میبینم داری سوال میکنی راجع به بهبود کیفیت ضعیف در اقشار جامعه، در عین اینکه میپذیری این پولو براش بدن به مثلا به شرکت های راهسازی، میدونی که این پول به طور مساوی تقسیم نمیشه، ولی ازش سوال میکنی میگه آقا شما چجوری میخوای کاری بکنی که این منافعش به همه مردم برسه؟ اون مجبور شه بگه که خب مثلا حداقل حقوقو میبریم بالا، یا از شرکت هایی که این کارو دارن میکنن مالیات میگیریم، یا بازرسی کل کشور یه کاری میکنیم که بازرسی مجلس و بازرسی کل کشور هر دو روی این پروژه ها مثلا چیز داشته شد، شفافیت رو در خصوصی سازی افزایش میدیم، یه سری چیزهایی مجبور میشه بگه که اون وقت فرقشون با هم مشابه میشه. اینجا اگر در حد عملی طرف دروغ هم بگه، بعدا میشه این رو بازخواست کرد، بگه توی همچین قول دقیقی دادی، داری برعکسش عمل میکنی. حداقل مشکل در واقع سیاستمدارا در همه دنیا همینه دیگه، حرفایی که میزنن لزوما محدودشون نمیکنه،
چرا؟ به خاطر که کلیگویی کردن، هر چی که دقیق تر ازشون جواب آدم بگیره در واقع محدودترشون کرده و فرقهاشون با هم مشخص میشه. برای یه ناظر سومی که هیچ رالز نخونده، ولی اگه این سوالا رو، همین سوالات سنی رو، آمارتیا سن رو 5 تا سوال طراحی کنی که هر کدوم بره تو عمق این ماجرا، شما چه جوری به من قول میدی که شفافیت رو میخوای افزایش بدی؟ چی کار میخوای بکنی؟ الان به من بگو، من دارم یادداشت میکنم. چی کار میخوای بکنی که مثلا این کسایی که ویسل بلور هستن محافظت امنیتی ازشون بکنی؟ حالا اون پاسخ، خب اون یکی از راههای فرار توی مناظرات همینه، کلیگویی، باز گشتن به در واقع کلیات و چرایی هاست، یا مثلا انحراف ایجاد کردن به این شکل، خب ما از افرادی استفاده میکنیم که این مسائل توجه داشته باشن، ما به گروه هایی توجه میکنیم که اینها بتونن این مشکل رو حل بکنن، اینها پاسخ نیست. پس بنابراین شما میگی عینی کردن سوالات خیلی اهمیت داره در رقابت انتخابات. آره دیگه، ببین این در واقع مثلا مثل شما، ببین معنا داشتم راجع به رالز حرف میزدم، شما سوالات سن رو که باز کرده معنی آزادی رو از من پرسیدی، این کار درسته؟ یعنی منو مجبور کردی که، یا رالز رو سن مجبور میکنه میگه آقا حالا شما گفتی آزادی، بیا دقیقاً به راجب اینا اشاره کن. در واقع این پیشرفتی است که سن رالز رو داره میده دیگه، یا آقا این آزادی گفتن کافی نیست، آزادی سیاسی داریم، آزادی اجتماعی داریم، تحصیلات اجتماعی، تحصیلات اقتصادی داریم، اینا رو مشخص کنیم، دقیق ترش بکنیم. دقیق تر کردنش اینو به عملی شدن نزدیک تر میکنه. مثلا همین سوالی که شما میفرمایید تو مصاحبه ها اگه بپرسن، این سوالا رو بپرسن، هم فرق اینا با هم دیگه مشخص میشه و یه آره اینو داشتم میگفتم، حالا اون کسی که اصلا سن و رالز رو نمیشناسه که میشن 99% جامعه ایران و جامعه دنیا، هنوز اینو میفهمن که آقا این سوال که آقا شما چجوری میخوای که مثلا جلوی دزدی رو بگیری، این یه سوالیست که همه میفهمن، از کارگر و کارفرما اینو میفهمن که این آقا الان باید به ما جواب بده که جلوی فساد، برنامهش برای جلوگیری از فساد چیه. اگر که این حالا میتونیم ازش ببر، آقا آزادی های مثلا آزادی رسانه ها اگه نمیخوای بدی چی کار میخوای بکنی؟ اون مجبور میشه که راجع به این مسئله حداقل فکر بکنه، بفهمه که آقا تو اگر رسانه ها رو آزاد نذاری فسادت ادامه پیدا میکنه، یه جای دیگه گرفتار میشی، به اون هدف خودت نمیرسی. اگر که مثلا آزادی های به مردم بهداشت و درمان برابر ندی، بی‌ثباتی اجتماعی به وجود میاری، و خب اگه نمیخوای بهداشت رو و آموزش رو که طبق قانون اساسی هم باید وجود داشته باشه، مثلا شما حالا میخواین در ایران پیادش بکنی، دست در ایران یه کمی بازه، بخاطر اینکه مثلا تو قانون اساسی اینا اشاره شده، شما برای پیاده کردن این قانون اساسی که میگه آقا آموزش باید رایگان باشه، الان هر کی میخواد یه درس خوب بخونه باید بره مدرسه خصوصی ثبت نام بکنه، برای این چه برنامه‌ای داری؟ اتفاق قانون اساسی ایران خیلی از چیزایی رو، پیش نیازهای سنی رو توش گفته، فقط باید دیمند کرد. متاسفانه دیمند اصلا نمیشه، من اصلا نمیبینم که همش فقط بس رجوع به یک بند قانون، مثلا شبانه روز اگر قانون اساسی ایران 100 بند داره 3 بندش مورد بحث قرار میگیره، در حالی که اون زمینه رو برای خیلی از خواسته های سنی و رالزی، در واقع لیبرالیزم رالزی خیلیش توی قانون اساسی ایران دیده میشه، ولی کسی دنبالش نیست. چرا؟ چون یه ایدئولوژی دیگه الان ایدئولوژی غالبه. مردم به این فکر نمیکنن که آقا آموزش رایگان چی شد، بهداشت عمومی چی شد، همه دنبال این هستن که فکر میکنن که اگر مثلا دولت در اقتصاد دخالت نکنه دنیا گلستون میشه. اینم یک مثل یه ویروسی است که جلوی توجه به این خواسته های رالزی رو میگیره، بعد توی جامعه نابرابر بی‌ثباتی اجتماعی به وجود میاد، از صد تا ذیل همه دزد میشن، به خاطر اینکه اون فاندیشن های برابری در جامعه وجود نداره. خوبه که اون در ایران به نظر من قانون اساسی ایران، چه اون اولیش که نوشته شده چه این ریویژناش، همه راجع به نقاط ضعفش حرف میزنن، از نقاط قوتش استفاده نمیکنن که سیاستمدارا رو مهار کنن.